عرض ادب احترام دارم خدمت یکایک شما عزیزان، با یک آموزش دیگر پیج میکنون پلاس در خدمت شما بزرگواران هستم. امروز میخوایم یه مبحث جذاب رو با هم دیگه دنبال کنیم. همیشه این سوال میشه که آقا ما میتونیم از کانفیگ های وی تو ری داخل روتر یا سرور های میکروتیک استفاده کنیم یا نه. خب خیلی مباحث قبلا بود و میگفتیم که آقا نمیشه، علتش هم خب چیزای خیلی خاصی بود، اما خب توی روتر OS ورژن 7 به واسطه قابلیت کانتینر میکروتیک ما این قابلیت رو پیدا کردیم که بتونیم بیایم از ایمیج های داکر استفاده کنیم و ایمیج های خاصی از داکر، حالا پنل های خاص یا ایمیج های خاصی که تو داکر هستش رو داخل میکروتیک نصب و استفاده کنیم. از جمله حالا براتون آپ تایم کما رو نصب کردم، مثلا اومدم اس یو آی نصب کردم، ایکس یو آی نصب کردم، مثلا مواردی از این دست میتونیم این جستجو رو داخل میکروتیک الان نصب کنیم. اما خب به واسطه چی اینجوری؟ ببینید ما کانتینر رو فقط میتونیم توی روترهای با مموری آرم 64 و x86، 64 که همون سرور مجازی هست داشته باشیم. مموریمون باید 16 مگ بیشتر باشه حتما، اگر که روتری داشته باشیم که USB ساپورت باشه که چه بهتر، میتونید فضای دیسک رو ارتقا بدید و کارهای جزایی باش بکنید. امروز میخوایم از طریق پنل XUI یک کانفیگ ویتوره، یک کانفیگ ورکر داریم، این کانفیگ ورکر رو بنزیم داخل XUI و کاری کنیم که از طریق میکروتیک به اون کانفیگ متصل بشیم و به اینترنت آزاد دسترسی پیدا کنیم. مبحث امروز کلنتی، یعنی کاملا فری رایگانه دیگه. شما با روتر خودتون تو خونه، مثلا یه روتر مثل هپی ایکس 3 میتونین کار راحت بکنین، یه کانفیگ ورکر هم داشته باشین. یه تشکر ویژه هم اینجا از بیا پایین بچه عزیز بکنم بابت پنل بی پی پی، عالی هستش، رایگان، مجانی، بزنین تو دل جاده دیگه. خب توضیح دیگه، ببینین حتما حتما بیاین آموزش نگاه کنین. اینجا نصب پنل XUI داخل میکروتیک رو، این پنل رو نصب کنین که من اینجا نصبش کردم. تو بخش دوم ویدیو میریم توضیحات رو با هم دیگه کار میکنیم. از پیج میکرون پلاس ویدیو رو تقدیم حضورتون میکنم. لطف میکنین که کانال ما رو سابسکرایب و ویدیوها رو هم لایک کنین. صحبت زیاد نکنیم، بریم داخل کار، بهتون توضیحات رو میدم. خب ببینید، من اینجا کارم رو روی یک سرور مجازی دارم انجام میدم، اما فرایند کار داخل روتر هم همین هستش، هیچ فرقی نمیکنه. قبلش اومدم همونجوری که بهتون گفتم از این آموزش بیاین پنل XUI رو نصب کنین. من پنل رو نصب کردم، سرور رو اوبونتو گرفتم، تبدیل به میکروتیک کردم، کانتینر رو فعال کردم. منوی کانتینر اینجا میبینید که ظاهر هست، کانتینر رو داخل سرور نصب کردم، اومدم داکر رجستری رو بهش معرفی کردم و عرض بشود که پنل XUI علیرضا رو نصب کردم. چرا XUI علیرضا؟ عذر میخوام. ببینین این ریموت ایمیج داکر، عذر میخوام، از طریق داکر هابه دیگه، این ایمیج مستقیم داکر هابه. خب خاصیتی که داره برای ما چیه؟ روی لینوکس آلپینه، بسیار سبکه. یعنی شما اگر فکر میکنم اگر که مثلا روتر هپی ایکسیتی داشته باشین، حتی فکر میکنم نیاز نباشه که با USB بخواید اون فضای دیسک رو افزایش بدید. اون خیلی سبک و کم حجمه این پنل و کارو به راحتی در میاره. کار دیگه که کردم، اومدم خب گفتم دیگه بهتون دیگه، اومدم این به اصطلاح ویچر اینترنت رو درست کردم و بهش IP دادم و اینجور موارد که تو این آموزش که پنل رو نصب کردم کاملی موارد هستش. فقط یه سی دقت کنید بچه‌ها، اینجا توی منو IP فایروال اگر با این آموزش برید جلو، اینجا توی نت ما این رول مسکیوریت که نوشتیم یه سورس آدرسی داره، این سورس آدرس رو وردارین و همینجوری سورس نت مسکیوریت به خالی بمونه که هم پنل و هم خود سرور دسترسی به اینترنت داشته باشه. کار دیگه کردم، اومدم هم گفتم دیگه پورت اینجا کامل توضیحات دادم، پورت 2088 رو مپ کردم به کانتینرم. نیاز نیست پورت دیگه یا مپ کنید، اصلا نیاز نداره. کاری که ما داریم میکنیم الان کاملا به حضورتون عرض بشود که عذر میخوام، ارتباط داخلیه. خب صحبت زیاد نکنیم، بریم سر آموزشمون. من اینجا پنل رو هم بالا آوردم و میخوام بریم کارش انجام بدیم. نمیشه تو قسمت X-ray Config دیگه توضیحات نمیدم، سعی میکنم به ساده ترین شکل ممکن بگم که دوستانی هم که زیاد به لحاظ فنی وارد نیستن بتونن انجام بدن. اولش بگم نیاز نیست که بابا برای پنلی بخواد سرتیفیکیت و اینا بگیرین، اصلا نیاز همین دوستا بدون تیلس بذارید همجوری کار کنه، اصلا ما کاری نداریم. بعد از اینکه کارمون رو انجام دادیم میتونید بیدین این دسترسی پنل رو هم حتی ببندین، تمام، خیلی راحت. خب
میام تو ایکس ری کانفیگ، میام تو قسمت اوت باند. کانفیگی که داریم من اینجا دیگه ماشورم بپوشونم، کانفیگ خودمه. این آموزشی رو هم سعی میکنم بذارم با توجه به مشکلاتی که برای اکانت من تو وبسایت آزاد پیش اومد. دیگه فکر میکنم از موهبت ما کانفیگی رایگان شاید نتونیم خدمتتون ارائه بدیم. خب لینک کانفیگ خودمون رو ببخشید بچه‌ها، من طرفه یه مقدار دارم عذرخواهی میکنم. توی اوتباند اینجا اد اوتباند رو میزنیم، لینک کانفیگ خودمون رو میام تو قسمت جیسون، توی این قسمت لینک وارد میکنیم و این جلوش این قسمت آبی رنگ رو میزنیم که به اینجا خودش بیاد جنریت کنه کانفیگ رو. جنریت که کرد تشیم بیرین آخر اد اوتباند رو میزنید و سیو میکنید. ریستارت ایکس ری رو فعلا نزنید چون کار داریم. بعد میریم توی این باند، یه اد این باند میزنیم، پروتکل رو میایم وایرگارد انتخاب میکنیم، پورت همین بذاریم باشه، اصلا اهمیتی نداره چون میگم ارتباط فقط داخلی است. یه کانفیگ وایرگارد میزنید بسازه. خب روی این سه نقطه کلیک میکنیم، کانفیگ رو ساخت، روی قسمت مور اینفورمیشن میزنیم، میایم به سرور میکروتیک خودمون. خب این پنجره رو ببندیم، میایم تو قسمت وایرگارد، همین تو منوی وایرگارد تو تب اول یه اد میزنیم. همین پنجره که براتون باز شد یه اپلای بزنید که یه اینترفیس وایرگارد برای ما بسازه. خب بعد ما باید مقادیری که اینجا بهمون داده رو اینجا جایگذاری کنیم. قبلا بهتون آموزش دادم که چجوری از وایرگارد استفاده کنید داخل میکروتیک. این هم سبک و سیاقش همونه. پرایوت کی رو میایم اینجا کپی میکنیم، اینجا جایگذاری میکنیم. این قسمت پایین بچه‌ها ببینید تو پابلیک کی رو، بعد از اینکه البته من پورت رو وارد کنم، پورت رو هم کپی میکنید و اینجا وارد میکنید. من اپلای بکنم، نگاه کنید اینجا رو، اینجا نگاه کنید ببینید آخرش TS مساویه دیگه، ببینید خودش میره اون به اصطلاح پابلیک کیو میگیره. اگر این با این برابر نبود یعنی شما کارتون رو درست انجام ندادید. خب اینو اوکی میکنیم، اینترفیس وایرگاردمون ساخته شد. میام روش IP بذاریم، IP address add. IP که باید بذاریم اینه 10.0.0.2/32، اینجا واردش میکنیم، اینترفیس رو انتخاب میکنیم وایرگارد. کپی نشد، یه بار دیگه کپی میکنم، من دستی بزنم، دسته 0.2/32 کپی نکرد. خب این IP رو میذارید روی اینترفیس وایرگارد، اینجا دیگه کاری نداریم، ببندیم و میاد تو قسمت پیر. اد میزنیم، میخوایم یه پیر درست کنیم دیگه. اینترفیس که اون وایرگاردی که الان اینجا ساختیم روی تب اول رو انتخاب میکنیم. ما بعد اینجا بیایم پابلیکی پیرمون رو کپی کنیم، بندازیم اینجا تو قسمت پابلیکی. چیزای دیگه که نیاز داریم اینجا اند پوینت هست. اند پوینت چیه؟ آدرس آی پی کانتینرمون. اینترفیس وی تی اچ، اینجا وی تی اچ باز میکنیم. اینترفیسی که دارین الان 172.17.02، ما میخوایم به کانتینرمون وایرگارد رو بزنیم. میگه که عذر میخوام این رو اشتباه اینجا گذاشتم، میام تو اند پوینت بذاریم، اینو من پاک کنم. خب میگه که پورت رو بده بهمون، که پورت 58660، 58660 همین پورتی که اینجا هست، همین پورت است. خب عربد آدرسم که 4.0/0. خب تمام اوکی میکنیم. باشه من این تلفن رو جواب بدم بعد دوباره بیام. خب بچه ها عذر میخوام، من این وسط یه چایم بخورم بعد شروع کنیم. خب حالا برای خاطر اینکه مطمئن بشیم از اینکه کارمون درسته، میام تو منوی تولز پینگ، میگیم که 4 تا 8 رو از این کانت از این وایرگارد برای ما پینگ بگیره. میام اینترفیس وایرگارد رو انتخاب میکنیم، 4 تا 8 رو برای ما اگه پینگ برگردونه یعنی کارمون درسته. میبینید که پینگ رو برامون برمیگردونه. HTTPL هم خب 64 یعنی ارتباط مستقیمه دیگه، هیچ واسطه ای هم نداریم. خب ما الان یه وایرگارد به پنلمون زدیم. اوکی بریم تو پنل دوباره، تنظیمات وایرگارد انجام میدیم. بیایم تو قسمت ایکس ری کانفیگ، بیایم تو قسمت روتینگ رول، یا همون حالا به فارسیش میشه قوانین مسیریابی، اد رول رو میزنیم. اینجا میگیم آقا این باندمون این وایرگارده باشه، اوت باندمون چی باشه؟ همین کانفیگی که الان گذاشتیم، کانفیگ ورکری که دارید یا هر کانفیگی که خودتون دارید. این باند وایرگارد، اوت باند کانفیگ توی
این قسمت توی آوتباند اومدیم سیو کردیم. الان اینو سیو میکنیم و اینجا دیگه ریستارت ایکس ری رو باید بزنیم. خب حالا میخوایم مطمئن بشیم که ببینیم این درست کار میکنه دیگه. ببینید آی پی سرور ما رو دیگه اینجا مشخصه دیگه، آخرش 101. خب ببینیم اینجا یه دونه ال تی پی ست کنیم. خب میام ببینم پی 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 اینترفیس ال تی پی، ال تی پی رو نیبل میکنیم. من قبلا روش سیکرت گذاشتم، اینو میزنم که باشه همین 1 تا 8. خب البته بذارید بریم اول یه پروفایل درست کنیم. خب یه پروفایل درست میکنیم، میزنیم که مثلا 192 168 مثلا 21 و 192 168 22. خب چیز دیگه نیاز نیست. اوکی میکنیم، مجدد میایم تو L2TP و میگیم که پروفایلمون پروفایل یکی باشه که الان ساختیم. مدترم برم داریم که فقط با MS Chat با کانکت کنه. خب چیز دیگه نیازی نیست دستکاری کنیم. میریم یه سیکرت درست کنیم براش، میگیم که آقا L2TP باشه، یوزر همین 3 تا P 1 باشه، پسوردش همون 3 تا P 1 میزنم باشه، پروفایلش هم میذارم از پروفایل 1 بره IP برداره. خب اپلای اوکی. خب بیام تو ویندوزمون ببینید، شما اگه رنج خونتون باشه مثلا روترهای میکروتیک اکثرا 192.168.88.1 دیگه، اون موقع بعد شما حالا الان بهتون میگم که تو منگل چی کار کنین. بیم اول اینو درست کنیم، بعد بریم منگلش هم از اول درست کنیم دیگه. خب یه اد وی پی ام میزنیم، میگیم که بولتیم باشه، آی پی سرور کپی میکنیم، کانکشن نیم براش میذاریم وی پی. خب میگه که چی باشه، میگم ال تو تی پی پیشیرت کی باشه، پیشیرت کیشم که 1 2 3 4 5 6 7 8، از بودو شود که یوزرنیم 3 تا پی 1، پسورد 3 تا پی 1. خب اپلای میکنیم، تست کنیم ببینیم متصل میشه، بعد بریم درست کنیم اونور چیزمون رو. خب میبینید که متصل شدیم به سرور. خب بعد میایم توی آی پی فایروال منگل، قبلش بریم تو روتینگ تیبل درست کنیم دیگه. اینجا رو بهتون گفتم، من سری دیگه میرم مرحله که تایم ویدیو کم بشه، یه تیبل درست میکنیم به اسم وی پی ان، تیک اف آی بی رو هم میزنیم اینجا تو منگل اد رو میزنیم و آی پی که گذاشتیم چین پیر روتینگ میگیم 192.168 اد بشه بعد که 20/24 اسمش رو برای ما مارک روتینگ کن به اصطلاح بذار وی پی ان، حالا اصطلاح هم میگیم اسمش رو بذار وی پی ان. یه مقدار ساده توضیح بدم که دوستان درک کنه، میگیم آقا این رنج آی پی رو اسمش بذار وی پی ان. بعد میگیم تو آی پی روت، من یه چیز ندادم، لایسنس ندادم، یه مقدار کنده این، یه اد میزنیم. خب گیت وی باید چی باشه بچه‌ها؟ گیت وی مون اینجا رو ببندیم، بیمون از بشود که بعد بشه این وایرگارد، تو همین تب اول وایرگارد میاد، این وایرگارد رو انتخاب بکنیم. نمیشه حالا دل بخواهی شما هر چی میتونید بذارید، همین من کپی میکنم و میگه تو روت، میگم آقا هر کی خواست بره به هر جا 0000/0 به شرطی که تو تیبل وی پی ام بود. خب یعنی این رنج آی پی که اینجا گذاشتیم خروجیش یا گیت ویش میشه وایرگارد. اوکی خب بیام تو مرورگر خودمون یه مای آی پی رو بگیریم. ببینیم آی پیمون چیه، اگه آی پیمون به چیزی غیر از سرور تغییر کنه یعنی کارمون رو درست انجام دادیم. خب این رو داشتم بهتون میگفتم، بجاش اینجا تو منگل شما موقعی که میای این رول رو درست کنی بزنی بزنم. ببینید من اینجا یه وی پی ان درست کردم و این رنج آی پی رو گذاشتم دیگه. ببینید دیگه آی پیمون هم به چیزی غیر از آی پی سرورمون تغییر کرد، یعنی الان ما داریم از این کانفیگ استفاده میکنیم. برای اطمینانش هم ببینید هم تو وایرگارد میتونیم بیایم ببینیم که اینجا تو پیر ببینیم که مثلا اینجا ببینید داره کانتر میندازه ترافیک دیگه. حتی تو پنل هم بریم این وایر گاردی که ساختیم توی این باند رو بیایم، اینو ببینیم، بعد برم توضیحات منگل رو بهتون بدم. چیز خاصی نیست، ببینید اینجا مشخصه که داره برامون حجم میندازه روی وایر گارد. خب اینجا تو منگل بچه ها ببینید این رنج آی پی رو باید رنج آی پی خودتون رو بزنید. رنج آی پی روترهای میکروتیک اصولا 192.168.88.1/24 که حالا اون یک رو به جاش اینجا صفر میزنید، یعنی کل اون نتورک محاسبه بشه.
و حالا اگه مشکلی داشتین تو کانال تلگرام یا کامنت ها میتونید بپرسین، پاسختون هستم. کانال تلگرام بیاین که خب بهتر چه من چه سایر دوستان میتونن جوابتون رو بدن. این جواب کلی خیلی دوستانی بود که میگفتن آقا میشه از کانفیگ های ویتوری تو میکروتیک استفاده کرد؟ بله میشه، اما خب اگه اما اگرایی داره، اما اگرش اینه که روتر شما حتما باید کانتینر ساپورت باشه، فضای دیسک خوبی داشته باشه، به لحاظ پردازشی پردازشگر خوبی داشته باشه. چون ببینید بار پردازشی اگر شما استفاده کنید یا ESP تست بگیرین ازش، میبینید که مثلا چه فشاری روی سی پی یو میندازه. یه پنل نصب کردیم از اون داریم رد میشیم دیگه، ماکسیمم سرعتی که حالا من انتظار میره یه همچین چیزی رو بخوایم محاسبه کنیم، بگیم روی یک روتر مثلا هپ ایکس تی وی بذاریم یه لینک مثلا 1 گیگابیتی داشته باشی، فکر میکنم نهایتا تا 225 مگ ماکسیمم در بهترین شرایط بتونیم بگیریم. اونم به حالا به خاطر محدودیت هایی است که امیدواریم که حل و فصل بشه. و فقط محسن اینه که بتونید رایگان استفاده کنید، چیز دیگه ای نمونه من بهتون بگم. امیدوارم که ویدیوی خوبی بوده باشه و ازش لذت برده باشید. لطفاً ویدیو رو لایک کنید، این ویدیو خیلی ارزش داره. من ندیدم جایی تو کانال های تلگرامی یا یوتیوب کسی این ویدیو رو بذاره. و اینکه لطفاً ویدیو رو شیر کنین، اگه تو گروه های دیگه عضو هستین بفرستین، همه استفاده کنن. یه چیز عمومیه دیگه، نه مال منه نه مال کسی دیگه. میتونید برید حالا اون آموزش بی پی پی هم میذارم حتما که بیاد با ویزاردش، البته سایر دوستان گذاشتن، حالا من سعی میکنم بذارم که کانفیگ رایگان از ورکر کلود فلر درست کنید. البته خب محدودیت 100,000 درخواست در روز رو داره، اما خب کارتون رو راه میندازه برای خودتون و مدتتون جواب 100,000 درخواست در روز. خب دیگه این پایان ویدیو، امیدوارم که لذت برده باشین. تا درود دیگر، بدرود.